آقای به اصطلاح خوشتیپ که خودشو شبیه تارزان درست کرده پسر من است. البته اینجوری نگاش نکنه، لیسانس فلسفه داره، اونم از یک کشور خارجی. اسمش سروشه، سروش تهرانی، 26 ساله، احساساتی، اهل ذوق و صد البته پولدار، که فقط یه مشکل کوچیک داره. میپرسید مشکلش چیه؟ مشکلشو خودتون به زودی میفهمید. اینم سوگل، خواهر بزرگ سروش و تنها دختر بنده، که از بد به تولد 25% عقب موندگی ذهنی داشته. اما هنوزم سوگل. آقا جون گرفت لاغر مواظب این بچه بود. آقا این بچه الان دنها یادگار سلاله باک خاندان تهرانی. ایشونم آقا مهداده، شوهر سوگل و داماد بنده، یک زبل زبون باز که از خودش بدتر خودش. تنها آرزوشم اینه که پنجول بندازه روی ثروت من. آقا بی سرور شدی آقا. اینم مشقاسم، نوکر خانزاده منزل تهرانی. دادی آقا، دادی. و این آقایی هم که روی تخت در حال موت منم، حاج منصور تهرانی، 60 ساله، صاحب بزرگترین کارخونه مواد غذایی کشور، که تو زندگیش به همه آرزوهاش رسیده الا یک آرزو. دادی الانم که میبینی. دادی بله دیگه، عمر دست خودت. دادی من دیگه کارم تموم بذارم. نه دادی، تو حالا باید زنده بمونی. نه زنده بمونم که چی بشه؟ ها من همه عشقم تو زندگی این بوده که جای قدر این قدر تو رو ببینم، ولی تو اون را از من دریغ کردی. نه دری دریغ دوشتر دکتر، نه، تو نباید ببینی. من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. او دادی تو شیف، یو الان این دم آخری. نمیخوای یه چیزی به من بگی؟
چی باید بگم؟ نمیخوای آخرین آرزوی منو برآورده کنم؟ بله بله، ایمان هر کاری بخوای میکن. من تو همه زندگیم هر کاری کردم به خاطر تو بود. به خاطر من فقط یک کار بکن، یک کار باش بکن. اوکی، سخته بهت بگم که به یه امضا بدی. نه یه امضا. اوکی. ببین جانم، تقاضای زیادی نیست. حاج آقا دوست دارن قبل از فوتشون شما زیر این وصیت نامه رو امضا کنید. منم به عنوان وکیل این خانواده اینجا هستم تا صحت آن را به تایید برسونم. اوکی، تن پلیز. شیف وات دی هیل. داشتیم داری؟ چیه داشتیم پسرم؟ اینا که به هیچ جا کانک نیست. It's a fake daddy. این چیه؟ What؟ این که از قرارداد ترکمنچه و گلستانچه هم بدتره. آقا رو بدین وسیله این جانب سروش تهرانی فرزند منصور به پدرم وکالت میدهم هر دختری را که ایشان صلاح بداند به عقد این جانب در آورم و بنده متعهد میشوم که تا پایان عمر با همسر انتخاب شده توسط پدرم در نهایت صلح و صفا زندگی کنم. مستر اپری، دکتر حقو، از شما دیگه بعید وارد همچین بازی بشی. صد دفعه بهش گفتم این کارا درست نیست ترانی. ماشاءالله هزار ماشاءالله خانوادگی لجباز گردنده‌ای. حرف تو گوشت تو ساکت باش. امضاش کن ببینم. نمی‌کنم. میگم امضاش کن. نمی‌خوام. پسر چو علق. میگم امضاش کن. نمی‌کنم. غلط می‌کنی. همچین می‌ذار تو دهنت که آدم بشی. اینجوری؟ چجوری؟ این نامردیه. چه نامردیه؟ این که می‌خوام سر و سامون بگیری نامردیه. دیگه از این به بعد امکان نداره این کارو انجام بدم. با این کاری که شما انجام بدید. پسر یه لنده آه چیه؟ آقا جا شما هنوز نبودی؟ برم کنی ببینم برای آخرین بار ازت سوال میکنم زن میگیری یا نه؟ I don't marry daddy. Don't marry. من فارسی صحبت کنم. من زن نمیگیرم. تو گوه میخونی. تو غلط میکنی. من آدمت میکنم تو رو. زن میگیری خوبت هم میگیری. دوتا میگیری. نه ببخشید یکی میگیری. فهمیدی؟ مثلا اگه زن نگیرم شما چیکار میخواید بکنی؟ 700 میلیون چه کسو خاطر میذارم اینجا. چه کسو دارش میگیری؟ 700 میلیون که سله. 700 میلیارد هم بدین من حاضر نیستم آزادیمو بفروشم. نه زن میگیرم نه بچه دار میشم. نه. این کاری هم که شما میکنین همش کلا برداریه. کلا برداریه. بدبخت. میخوام آدم شی. میخوام عاقل شی. میخوام خانواده دار شی. من نوه دار شم. نسلم ریشه بدونه. نوه‌مو بغل کنم بگم گوگول بگولی بلم ساری ده ساری ببین پسر یادت باشه خودت خواستی دیگه بعدا از من گله نکنی. به من میگن منصور تهرانی فهمیدی؟ به منم میگن پسر تهرانی. خیلی خوب پس بچرخ تا بچرخی بچرخی. حالا به نظر شما این داستان واقعیه؟ شما باور نمیکنی نه؟ باید این بلا سرتون بیاد تا باور کنی. اگر باور نکنید که این داستان واقعیه من کاملا به شما حق میدم، ولی برای اینکه مطمئن بشید با یک داستان 100% واقعی طرفی اجازه بدید من قصه را از یک خورده قبل از این ماجرا شروع کنم. یعنی از زمانی که سروش نه تنها با ازدواج مخالف نبود بلکه سرسختانه هم به دنبال جفت مورد نظر خودش دست آمد. Yo, what's up? سروش هستم، تهرانی. باشو اگه فکر کردی من از اون دخترایی هستم که با حرف خردن کنی یا پسر تهرانی ها خم میشم کن خودی آقا بسر به دانه یا علی قسم اگه فقط یه قدم دیگه بیای جلوته با همین پشنه کفشم آنچنان میزنم تو فرق سرت که عشق و گوهت یکی بشه. دخترها اصلا جدی نمیگرفتنش.
به عنوان مثال ببینید. میدونی طی تحقیقاتی که دانشمندا انجام دادن به این نتیجه رسیدن که انسان فقط از 10% مغزش استفاده میکنه، در صورتی که به نظر من از 10% قلبش استفاده میکنه. من که نمیفهمم چی میگی. تو 50% خالی یا 50% زرنگی؟ منظورتو نمیفهمم. چی بی خیال. این سویچ مال ماشینی که اونجا پارکه؟ آره. مال خودته؟ آره، ماشین خودمه. مال خود خوده؟ آره، مال خود خودمه. چطور مگه؟ ما این دوستی داشتم دفعه اول که دیدمش با یه دونه از این ماشینا بود. آه. بعد فهمیدم شاگرد نمایشگاهی بود و بر بردن کارواش داده بودن دسته. تو که اینجوری نیستی؟ عزیز من، زندگی که این چیزا نیست. زندگی که ماشین و ثروت و پول و اینا نیست. زندگی همش خلاصه میشه اینجا تو قلب آدم هست. بچی؟ تو برو دیگه. اوی بچه برو. خوشبینم. خوشبینم. بله. اینجا بود که آقا سروش داستان ما متوجه شد توی کافی شاپ و پیاده رو نمیشه دنبال عشق گشت. به همین خاطر رای خودش رو کج کرد و سر از پارتیا داد. کول بیبه کول بفهمین را بیا فیلم که آبرو بسمان ازشتی What's up there را بیا بار و اینجا بود که من و همسرم جیران مجبور شدیم برای رسیدگی به وضعیت سروش یک جلسه فوق‌العاده اضطراری برگزار کنیم. جیران خسته شد، به هر دری زدم، هر کاری میگی کردم، این پسره برا نمیشه. گفتی بفرست درس بخونه، فرستادمش کازی از کشور. گفتی بذار رو پای خودش وایسه، گذاشتم. گفتی پول بده خرج کنه خودش، کردم. گفتی بذار واسه زندگیش خودش تصمیم بگیره، گذاشتم تصمیم بگیره، ولی برا نمیشه. قصده شد چیکار کنم؟ یه رای تو پیش پای من بزن. جیران میدونی همین الان از کجا دارم میام؟ همین الان مجبور شدم آقا پسر نازنین تو با خاک انداز از تو کلانتری جمعش کنم. من دیگه مخم نمیکشه، میفهمی؟ زیاد به خودت فشار نیار منصور، بعضی چیزا به سعی و تلاش نیست، وقت لازم داره. آخه این چه حرفی تو میزنی؟ من یه بار تو زندگی سرم از رو زمین بلند کردم، چشم افتاد به یه دختر، اونم تو بودی، بعدم شدی زنم. الان این پسر مدت هاست دنبال عشق میگرده، یه یارگار پیدا نمیکنه. آخه چقدر زمان؟ تقصیر دستگل من نیست، دخترای این دور زمونه عوض شدن. چیشون عوض شده؟ زن زنه دیگه. این روزا یه سری از دخترا از پسرای مثبت اصلا خوششون نمیاد، همشون دوست دارن پسره یه کمی باهاشون تند برخورد کنه، بی ادب و روک باشه، خودشو بزرگ ببینه، از یه کم تحقیر شدنم اصلا بعدشون نمیاد. تو که میدونی من دنبال اینجور دخترم نمیگردم، من دنبال دختر خانواده دارم. خب تو کمکش کن، باهاش برو دختر مورد نظرشو براش پیدا کن. یعنی چی؟ یعنی من آخر عمری برم به پسر دختر بازی یاد بدم؟ نه که خیلی هم بلدی، منظورم این بود که بیشتر با خودت ببرش تو اجتماع، ببرش مهمونی های خانوادگی. کدوم مهمونی؟ مردم دیگه دل و دماغ مهمونی ندارن. حرفای سیاسی نزن که اصلا بهت نمیاد. نه بابا، منظورم اینه که سر کار و زندگیشونن. بگیرم من چیکار به سیاست دارم آخه؟ فردا شب مجلس نامزدی دختر ابهریه، وکیلتو میگم، دست جمعی برید اونجا. واسه خودت هم خوبه منصور جون، دنیا رو چه دیدی؟ وقتی دل باشه دلدارم پیدا میشه. بشنو از دلم قصه حال من، شده آمال تو همه آمال من، دنیا بی تو برام زندون تنگه، دل من شیشه بود. Thank you.
هند بودی نه؟ خوب بود؟ آره خوب بود. تا چی؟ آمریکا خوب بود؟ آره خوب بود. چی کار میکردی اونجا؟ من اونجا 5 سال فلسفه خوندم. چی میخوندی؟ ارسطو، هایدگر، شوپنهاور. شوپنهاور رو میشناسی؟ نه. فیلسوف بزرگ قرن 19 هم چطور نمیشناسی؟ اتفاقا یه جمله داره وصف حال الان ماست. میگه وقتی یه انسان دیگه رو تنها میبینه اون وجدان ناخودآگاهش به صدا در میاد و اون رو دچار رنج و عذاب میکنه. You know وجدان ناخودآگاه چیه؟ نمیدونی؟ وجدان ناخودآگاه در تنهایی سراغ آدم میاد. برای اینکه ماها همه تنهاییم. تنهای تنها. فقط ما باید با هم باشیم. در کنار هم باشیم. الان من با تو هستم. من و تو الان مثل همین، با همین. اعضای من اعضای توه، پای من پای توه، دست من دست توه، موی من موی توه، چش من چش توه، دماغ من دماغ. تو رو چقدر زر میزنی بابا. رفتی آمریکا این عروجیف رو یادت دادم؟ شوپنهاور گفتم. ببینم بلا، نکنی داری مقدمات خواستگاری منو میچینی. Yeah baby, that's it. خب چند سالته؟ 25-6 سالم. یعنی متولد چه سالی هستی؟ 60. تو خروسی. خروسم. خب منم خروسم. میخوای ببینیم روابط ازدواجی دو تا خروس با هم دیگه چگونه هستش؟ چون روابط کارمند با رئیس اینا همه با هم دیگه تفاوت داره. کارمند اجازه بده خروس با خروس ازدواج. آها. اصلا پیشنهاد نمیشود. خروس ها جز جنگیدن با یکدیگر هیچ کاری ندارن و این کار رو تا جایی ادامه میدن که سقف خانه فرو بریزد و تا چشمان همدیگر از حدقه در نیاورند از پا نمیستند. نه نه نه، در واقع من آخرای 59 به دنیا آمدم، شناسنامه همو 60 گرفتم. 59، پس اجازه بده ببینم. تو متولد، تو گاوی. گاو، یه گاو، مرد گاو، خودخواه، بی غیرت، خسیس، خشن، خیانتکار، لاابالی، در مواقع خشم غیر قابل کنترل و تنها راه رام کردن او تازیانه است. خیلی زود از کوره در می رود و رم می کند. ببخش رم می کند. رم کرد؟ بابا این پسر خیلی کنستگی زده بودم شب بریم بیرون با ازا بدبخت میکشوندم من دو دخش کردیم. آره بابا یارو عزیز بازی هم ازا ماشالله کرده دارم. و سروش بعد از اون ضربه تبدیل شد به یکی از مخالفان سرسخت ازدواج و از اون روز به بعد شروع کرد به کارهای عجیب و غریب. چرا که ایستون نفس کشیدن نیازی به موضوع مخاطب ندارد. پسره به طور کامل از ازدواج کردن بری شده و تمام مدت تو خودش بود. البته دو در بازی های مرداد، یعنی همون داماد بنده، هم تو این ماجرا نه حلقه کن بنداز تو گوشه. منو نگاه نکن دارم خواهرت تعامل میکنم. زن خوب زن مرده است. اینو حلقه کن بنداز تو گوشه. اصلا اگه زن خوب بود بابات واسه خودش میگره. منو نگاه نکن دارم خواهرتو تحمل میکنم. البته خواهرتو واقعا فرشته است، اما زن گرفتم با این دختره امروزی نوسته کرگدن میخواد. Yeah you're right man. با ددی ول نمیکنه. چرا؟ میگه مامی قبل از مرگ استفاده کرده، حتما باید مورد سرطان بود.
برشون بابات با من. اگه تو بتونی ددی رو راضی کنی که قید زن گرفتن منو بزنه ها، منم قول میدم جریان پریشبو به سگل نگه. پریشب چی؟ با دختره دو... تو من میگه من ردیفش میکنم دیگه. کما من کما ای تهران، بسوختیم در این آرزوی خام و نشد. ای آقا، این همه کار کردی، این همه زحمت کشیدی، این همه خون جگر خوردی، اگه خدایی نکرده، خدایی نکرده اتفاقی برای شما بیفته، این اسم پر سلاسه تهرانی رو کی میخواد یدک بکشه؟ این داماد سرخانه؟ میشین بابا شیلم نشسته بهتر کلنگ. آقا جون این چه حرفیه شما میزنین؟ از شما بعیده این بچه توش که همسو گفت برگ چغندره؟ تهرانی، اسم تهرانی بس بمونه، نسل تهرانی باید باقی بمونه، میفرمی؟ آقا جون اسم که مهم نیست، اصل اینه که این بچه از سلاله پاک خاندان شما. تازه اگه خیلی ناراحتین همین فردا تو شناسنامه اسم همون میکنم تهرانی، اینجوری اسم بچه‌مون هم میشه تهرانی. تازه برگ گرفتم بچه پسره. آخه چرا چرت و پرت میگه کلا بردار؟ فکر کردی منم سروشم که هر خود اولی بگی باور کنم؟ فکر کردی من نمیدونم که یه پای قضیه زن نگرفتن سروش زیر سر توی پدر سوخته است؟ دستمون برگرم بذار جیو تا نکردن تون خلقونه. آقا جون مگه سونوگرافی چه اشکالی داره؟ رفته این برگر رو از بیمارستان آقای دکتر حقو گرفته، بعد اومده این دختر رو تبدیل کرده به پسر. اون بچه‌ای که دوشکم شماست پسر نیست، دختره که ایشون با شامورتی بازی کردنش پسر. دختره؟ فکر کردی بابویی؟ دختری آخ آخ، پس نمیشه که اسم شروین باشه. حالا به فکرم نرسیده بود باشه دکتر حقو. نه نمیشه، پولشو میدم دکتر جون، پولشو میدم. مرد حسابی، بیمارستان نظم داره، قانون داره، علکی که نیست. بیمارستان باید درد آدم رو دوا کنه. من درد دارم دکتر جون، دارم مرگ قلبی میشم، دارم مرگ مغزی میشم، احتیاج به سی سی یو دارم. تا به این پسر شوک وارد نشه زن بگیر. ولی این کار غیر قانونیه. قانون کدومه مرد حسابی؟ تو به لطافت روح پدری فکر کن که دوست داره پسرش زن بگیره. چه لطافتی؟ خیلی عدنه بخواد، خیلی عدنه بخواد. شب زفاف کم از صبح پادشاهی نیست، به شرط آن که پسر را پدر کند داماد. جناب سرون تصدیق میفهمید که هم شرع مقدس دستور داده هم عرف جامعه است که پسر توسط پدرش داماد بشه. خلاف کرده میکنه؟ من بالاخره نفهمیدم مشکل شما الان زن نگرفتن پسرتونه یا طلبی که ازش دارید؟ هر دوتاش. شما ساکت. آقا جون التماس میکنم، به خاطر من، به خاطر این بچه. آقا جون زشته، مردم بفهمن چی میگن. زشته چی؟ زشته میدونی زشتیه؟ زشت اینه که یه الف بچه تو بیمارستان پدرشو اندر و مندر کدش بکنه. جناب سروان، ایشون یا زن میگیره یا میره زندان، راه سومی هم وجود نداره. اینا همه کلکه، کلک کلکه. این چکاسوفتای امضای شما هست یا نیست؟ بله امضای من هست، ولی شما از من خواستی که امضا کنم. چرت و پرت میگی؟ ما اومدیم اینجا تا قانون بین ما باشه. باید پری، حداقل شما بهتر بود ایشونو توجیه میکردین. اجازه بفرمایید. اجازه بدید. عزیز من، طبق تبصره 2 از ماده 45 قانون جزای عمومی، ذیل بند 47 تبصره 7 آیین‌نامه ناظر بر اجرای قانون فوق الذکر از آنجایی که خوانده از خیال. حاجی جون، ما بچه یه محلیم، من میدونم این چه گفته واسه چیه، نیتت خیر قبول، اما چرا این بچه رو میچزونی؟ چیزونی هم چیه تو میزنی آخری؟ میخوام بچه رو زن بدم چیزوندنه؟ الان کرور کرور جوانای مملکت میخوان زن بگیرن با هیچ کدوم نمیتونن. این همه من وسیله و امکانات برای بچه فراهم کردم. خیر سرم فرستادمش امریکا فلسفه بخونه، بعد 5 سال یه قلطی رقاص تحویل گرفت. بعد میگم که من زن نمیگیرم. 5 سال آزادی رو فرستادمش خارج از کشور. میدونی چی یاد گرفته؟ اومده بهم میگه ددی دنبری دنبری. اگه شما فهمیدی منم فهمیدم. درستش بود. جناب سروان، ایشون یا همه پول هم اینجا نقدن میپردازه یا میره زندان. تا میبره خونه. نه 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 جناب سروان، آقا جون دارن شوخی میکنن. آقا جون بگین دارن شوخی میکنن. این شوخی میکنن؟ اصلا هم شوخی نمیکنه، فقط نمیدونه چه بلایی داره سر من میاد. اگه مهلت بدن زن میگیری؟ It's not a joke man. اگه 48 تا زن نگیرم میام زندان. You understand? You shut up before I smack you man. اوه تقصیر من چیه؟
یکی دیگه حالشو میگیره زوریشو به من میگه. من از تو خواستم که به فکر من کمک کنید. I need your help man. عزیزم دردتو میفهمم بابا جون، دردتو درد بیدرمون آخه. بذار یه واقعیتی بهت بگم، این کاری که آقا جون داره میکنه واسه این نیست که تو سر و سامون بگیری. آقا جون میخواد یه جوری از شر تو خلاص شه. For what? کیلو وات؟ آقا من چه میدونم واسه چی؟ ولی اجالتاً راهش اینه که یه مدت فلنگو ببندی بری اون برا تا او از آسیاب بیفته، بعد منم میبرم تحقیق میکنم اصلا ببینم حاجی واسه چی میخواد تو رو بندازه زندون. به همین راحتی ول کنم برن. بابا جون من همچین حرفی زدم؟ من همچین چیزی گفتم؟ این یه عقب نشینی تاکتیکیه. خودت فلسفه خوندی که مثلا این یارو چی بود پیرمرد ریش بلنده؟ انگلز. انگلز چی میگفت؟ مرد جنگ مرد فرار هم باید باشه. من 48 ساعته کجا برم؟ قربون اون دهنه 48 ساعته مثل بچه آدم این مملکت نمیشه خارج شد، چه برسه که بخوای بری زن بگیری. آها اگه ما بفرستیم به کشوری که ویزا نخواد، خب دو ساعت هم میتونی بری. پاشو پاشو بریم. آه من قیافه نگیر دیگه پاشو. نمیدانم این سوناس به خبر است که این همه شور و حوله را داخل این چمدان میبرید. اولا به این میگن بک. اوکی؟ بله. هرش هم یه عالمه بچه ها هستم دارم میان ایچ کدوم مایو و حوله نزد. اوکی. سلام علیکم. های سرجن. What's up؟ من سرجن نیستم عزیزم، سرگروهبانم. اوکی اوکی. مسافرت تشریف میبرین؟ نه با بچه ها داریم میریم سونا استخر. به سلامت. سروش جان یه روز گذشته فقط 24 ساعت وقت داری. اوکی سرجن. سرجن نه سرگروهبان. اوکی. آه بابا جون بیا سفر قندهار که نمیخوای بری. بای آخه این صداقتت منو کشته. یاد براد پیت افتادم تو فیلم Legends of the Wall، افسانه های پاییزی. همین که جاگیر شدی زنگ بزنی تو پولمون رو بفرستم. اوکی اوکی. بیا ماشینم مال تو. این هم سوی چشم موازه بشم. مرم ببین گیتار رو با خودت نبر. حاضرم چند دونه نبرم ولی گیتار رو ببرم. خب خب بیا بشم موازه باشم. میرسی من بس بس برو دیر شو. بای موازه باش دنگ بزن رسیدی. بای میرم. بای بای بیبی. های پاسپورت آم این هم این هم برد. آقای سروش تهرانی؟ بله خودم هستم. متاسفانه شما ممنوع خروج. What؟ ممنوع خروج. بابا این بابای تو خیلی بالا دمش گرم خدایی فکر همه چی رو کرده. It's your fuck monkey. 700 میلیون سفته ضمانت پلیس. خب معلومه ممنوع خروجم میکنه. ببین تو باز نام میگی. براوو مرسی مرسی آی کیو. نه جدا میگم اگه ما بتونیم یکی رو پیدا کنیم که جای همسر آینده جناب عالی جلوی حاجی در بیاد مشکل حله. اون وقت وقتی هم چک و سفره‌دار گرفتی یارو دست به سر میکنه بره به امون خدا. اصلا فکر اینکه بخوام دختر بگیرم حالمو به هم بزنه. It's all shit man. حالا کی گفته دختر بگیری؟ یخته نمیدیم. این وصیت نامه رو امضا کنید بعد میدیم. بفهم 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 یخته نمیدیم دیگه. خب بیا ببین آقا جون گره من جیف نزن. آری که بار دارینو جیف نزن جیف نزن. آقا آقا جون خوشتینش شما ها خوشتینه. خاک بر سرم آقا جون زنده شو تپ. دوباره مرد. خیلی خوب بچه ها خسته نباشید. خیلی عالی بود. برید استراحت کنید تا پرده بعد. بفرمایید نادر جون یه دقیقه بیا پایین.
عجب فیلمی ها. نادر که بابا بیا بیرون اینقدر واسه ما آکتاریب نیا. چاکریب بله مخلطو اینی کوچی جمعه دار زدت جمع کوچی کتا این هم همسر جناب علی رسته چند باورشه آقا کی باشه آقا سروش برادر خانم بنده مخلص شمایی کوچیک شمایی خارج بارج بودن یه چند سالی اون ور بوده برگشته اوکی هر چی میکشم از این 4-5 ساله میکشم که آقا تشریف بردن اون ور آب درس بخونن اون وقت یه قرتی تحویل من دادن حالا دوباره بزنم بره اونجا بدیشم من بخنده معلومه که ممنوع خروجش میکنم نه خیر نمیام امروز اون پوشا رو بپس اونجا امضا میکنم پسریه کلا بردار آخه تفتی داداشم کجاش کلا بردار آقا جون شما انقدر گفتین خودتون باورتون شده ها دو ماه فقط دو ماه به من فرصت دادین بهترین دختر رو براش پیدا میکنم آخ لگت زد لگت زد داره تازه اولشه این پسره 26 ساله آزگار داره به من لگت میزنه میفهمی 26 ساله آزگار آقا شرمنده سگل خانم راست میگوید بالاخره برای ازدواج باید عشقی باشد احساسی باشد نه یک چیزی باشد آقا مرغ که نیستم اینجوری آدم بخواد بخره خروس اگه خروس باشه 24 ساعت که سهله سر میچرخونه مرغو گرفته میفهمی این کاره نیست لا ببری یو What's up, Mash Burrito? Oh, yeah, that's it, man. Hi, Daddy. Hey, what's wrong with you? Salam alaikum, Damad Sarkhane. Baba. Istada behtare. با من عصبانی نباش دیگه, Daddy, okay? یه شوخی بوده بین من و شما تموم شده. بلم کن. باشه, با من خوب باش. خوب باش دیگه, خوب بوده با من. چی میخوای؟ یه سورپرایز خوب برات ده. سورپرایز؟ آره. باز چی؟ یه سورپرایز خوبه دیگه, بخن. ببند چه شده ببند؟ چه شده ببند؟ تو چی میگی؟ ببند دیگه چه شده ببند؟ ببند 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 یه این کارا چیه میکنیم؟ Close your eyes بابا جون من قلبم ضعیف ها Close it این شما و این هم عروس خاندان تهرانی گلم خانشو کنم آقا جم من کنیزه شدم بیان دیگه گنده تر از این نبودیم دردی نگو خیلی خوبه میخوام بپرسم که شما با این همه زیبایی و وجاهت واقعا تصمیم گرفتین با پسر من ازدواج کنیم خیلیت شوخه آقا جم من اصلا تصمیم به ازدواج نداشتم ما چقدر خوشگلی اینجا بالا پایینشو خودتو کار کردید آقا جم خب یه دستم به وسطش میکشیدید دکوراسیون خونه خوشگلتر میشد اجازه هست بشینم؟ بفرمی آقا جون من رو سوش خیلی با هم جوییم چی؟ جوییم بله جون. مثل قابلمه و بلوب در قابل اینقدر سروش زیر پام نشست حرفای عاشقانه بود دل رو باز زد که عاقبت بروب قابم رو دوزید البته خدایی نکرد آقا تو فکر نکنید من از اون دخترهایی هستم که خدایی نکرد خدایی نکرد هر پسری حرفی عاشقانه باهاش بزنه سری گولش رو بخورم آ پس چیکار کردی؟ هیچی سروش جون میدونه گفتم اصل اول برای من در مورد ازدواج خانواده Yeah, she is right, Dad. گفتم اول باید مهر پدرتون بلوپ بیفته به دلم. اون موقع میتونیم در مورد ازدواج با هم حرف بزنیم. ولی من از شما خیلی خوشم میاد. آقا جون میخواید امپرسیون اولیمو در مورد شما بیان کنم؟ بفرمایید. همین که شما رو دیدم یه فلفل دلمه‌ای تند و تیز و بلوپ خوشمزه به نظرم اومد. خیلی خب پس مبارکه دیگه حالا که همه چیز جفت و جوره زنگ بزنم عاقد بیاد فیلم مجلس همینجا عقدتون بکنه الان آقا جون چون نه علل خصوص این که قابلمه و در قابلمه با هم بلوپ جونتی جونی حالا هرچی درست میگم سگل جان بذارید یه مدت بگذره خانواده ها بیشتر با هم آشنا شن بله آقا جون الو سلام علیکم آقا دریاب بفرمایید بنده برای امر خیلی مزاحم شدم Come on, Dad. Yeah. Forget it.
بابا جون بذار صحبت کنم برای دیگه. اول صفده ها داری؟ باشه اوکی 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 صفده ها رم بهت میدم. مای فت داری بچه با هی در بابا در دادی و در دادی و مرض فکر کردی منم مثل خودتون خرم ها؟ الان یک بلوپی نشونتون بدم که بفهمی یه من مرد چقدر چقدر مردی که لنده هر خودتو جایی زن رو بگواله بگواله من تو یه شکل من یارو بگو زن رو بگواله بگواله این زنی که مرد ها تقصیل اولا نیست تقصیل من بود مرد کاری نکنی بگیرش بگیرش زنگ بزن پلیس سال ده اشخاص رو زن بزن به پلیس سال ده شوخیه باش تقصیل مرداد بود به من چی؟ مرده شروع خود رو مرداد رو به منه مشقالا گو 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 خودتی گو خودتی همه یه حق بازیاتو میدونم نه کلا برداریاتو میدونم نه همه یه خیانتاتو به من خیانت کردی به تو خیانت کرده آقا تو رو خود چیزیتون شده؟ آقا شما حالتون خوبه؟ آقا You wanna marry me, yeah? چی؟ تو میخوایی با من ازدواج کنی؟ شما مثل اینکه حالتون خوب نیست میخواییم زنی بزنم آمبولانس نه 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 آمبولانس لازم نیست I'm okay همون فقط با من ازدواج کنید کافیه شما مثل اینکه واقعا مختون تکون خوب مخم سر جاشه Hey, lady آقای محترم بریم کنار میخوام رد شم من مطمئنم اگه ددی من تو رو ببینه همه چی حله همه چی اگه نری کنار زنگ میزنم پلیس بیاد با یه ازدواج کوتاه مدتی موافقی خجالت داره آقا اوکی لیدی خودت خواستی شما ایشون از قبل میشناختین خانم؟ نه آقا کجا باید بشناسم؟ شما با ایشون تصادف کردید یا ایشون با شما؟ یعنی چی؟ خیلی واضحه خانم یعنی ایشون با اسکیت طرف شما سر خورد یا شما با ماشین طرف ایشون البته تصادف کردید یعنی زدید ببینید جناب سروان سرگروبان هستم خب همین به خدا من اصلا نفهمیدم چی شد خیلی یه هو شد یه دفعه اتفاقی تو یه لحظه پیش اومد همینه دیگه خانم همینه مشکل همه ما مخصوصا جوانای ما همینه زندگی رو با بازی کامپیوتری اشتباه گرفتیم گازشو میگیریم همینجوری یه ضرب میریم جلو وقتی همه چیز خراب شد یعنی گیم اوور که شدیم اون وقت فکر میکنیم دنیای آندو رو که بزنیم میتونیم عدستر شروع کنیم خب جناب سروان اصلا همه اینا که شما میگی من قبول دارم به من بگی من الان چی کار باید بکنم باید رضایت شو بگیرین خانم رضایت خب چه جوری آقا شما به من بگین من چقدر باید پول باید بدم چقدر باید بدم هرچی شما بگین من همونو پرداخت میکنم نو بعضشون توپ به خانم میلیون پیششون دوزاریه خانم خانواده شون خیلی معرکه است من میشناسمشون خود این پسرانم نگاه نکنین خوش تیپه فقط نه
خودش هم ماهه، تحصیلات عالیه داره، اونم خارج از کشور. حالا دیگه تصمیم با خودتونه. البته اینو به من رفتی نداره ها، من باید قانون اجرا کنم، شما هم باید رضایتشون رو بگیرید. عجب گیشه یا بوده هلپ کم بوده ویتامین دی؟ هپاتیت؟ شیت؟ نو ببینید آقا لطفا منو سروش صدا کنید. خیلی خوب آقای سروش، ما هر دوتامون خوب میدونیم که شما هیچیتون نشده، پس چرا قضیه رو این دوتا آدم عاقل بالغ حل نکنیم؟ یه هانی حالا شدی دختر خوب، پس با من ازدواج میکنی؟ یه مثل که شما یه چیزی تو میشه ها، یه چیزیم نبود که الان رو تخت بیمارستان نبودم. ببینید آقای محترم، من سروشم، سروش. خیلی خوب ببینید آقای سروش، بابا من همین از تو شرکتی که توش کار میکردم استعفا دادم، میدونی برای چی؟ وای برای اینکه رئیس شرکت اون مدت ها هم من تقاضای ازدواج میکرد و من هر دفعه بهش جواب رد میدادم، تا اینکه بالاخره راضی شدم باشه ازدواج کنم. اما امروز خانمش با دوتا بچه اومد شرکت و من تازه فهمیدم که اون کلاهبردار زن داشته. اسمش راست گفتار بود، ولی به نظر من دروغگوترین مردی بود که تو عمرم دیده بودم. ببین وقتی اون پس فطرت بی وجدان این کارو بکنه، شما بقیه مردا دیگه چی هست؟ ولی من بالاخره نفهمیدم تو با من ازدواج میکنی یا نه؟ یعنی من این همه مدت داشتم یاسین تو گوش خر میخوندم؟ برو آقا جون، برو این دام بر مرغ دگرنه. اگه من رضایت ندم چی؟ نده، زندان میرم، ولی ازدواج نمیکنم. بیا از این مرد کجا داری میری؟ اگه به پیچونتت کار تمومه ها. چی شد تمومه؟ من که هنوز رضایت ندادم. چی داری میگی پسر خوب؟ اگه ببرن پزشکی قانونی میفهمم کلکه، واقعا طلبکارم میشه. شیت. بله؟ جواب بابامو چی بدم؟ بابات که اگه بود میگو بود دنبالش. بله. پرونده رو کجا میبری؟ هی سرجن، گفتی اسم دختره چی بود؟ لیلی، لیلی بیدل، اون تو نوشته. ببین، مرغ از قفس نپره. اوکی اوکی. دادن در میون بود که هپاتیت ب و قطعی مخا و تصیب شدن پرده آشپزخونه خونتون هم انداخته بودی گردن تصادفی که با من کردی. فورگت بابا، من شوخی کردم. خجالت بکش آقا، مگه من با شما شوخی دارم؟ آقای موتور سوار، به اونی که به تاویزونه بگو من با شما هیچ کاری ندارم. آقای تاویزونه ولی میگه من با شما هیچ کاری ندارم. بابا I love you، بهش بگو من عاشقتم، من میخوام باهاش ازدواج کنم. بگو من عاشقتم، میخوام باهات ازدواج کنم. بله آقا. بگو ببین به اون جنگلی که پشت آویزونه، بگو بره دنبال کارش، دست سر من برداره بابا، من حوصله مسخره بازی رو ندارم. جنگلی میگه برو دنبال کارت، حوصله مسخره بازی نداره. مسخره بازی کدومه؟ من واقعا دوست دارم. I'm serious. به قول هایدگر، علی رغم تلاشی که برای فرار از سرنوشت می‌کنی، یقین ما رو به سمتی هدایت می‌کنه که خارج از مخیله ما. بگو بگو. یقین ما رو هایده یه چیزایی گفت که اینم گفت دیگه. به قول هایده، شما هایده چی بابا؟ هایدگر. حالا می‌زنی خود. حالا چی؟ تو ساعت داری از کجا آمدی؟ حالا باید. What's wrong man؟ چی داری میگی با تو؟ من نمیفهمم این حرفا چیه. کرایه منو بده. بابا کرایه من بگی. تو هایدگر کجا میشناسی؟ من یه 5 سال خارج از کشور درس فلسفه خوندم. پس اینو یادت باشه که این جمله رو هایدگر نگفته، این جمله ویتگنشتاین. Really؟ پس تو فلسفه بلدی؟ Yeah! به صورت آماتوری آره. ولی میدونی چیه؟ الان دوران عرفان پلاستیک، اوشو، کریشنامورفی. اتفاقا عرفان منم کاملا پلاستیکه. کسی نمیدونه که تو اون لحظات بین لیلی و مجنون، ببخشید لیلی و سروش، چی گذشت.
اما مهمتر از همه این بود که مهلت سروش ما داشت به ثانیه‌های آخر نزدیک شد. آقا جون، حالا نمیشه فقط یه بار دیگه. یه بار دیگه این مهرداد بیاد ما باهاش صحبت کنیم. شاید سوء تفاهم شده باشه. همین که گفتم. مهرداد حق نداره پاشو تو این خونه بذاره. همون روزی که اومد خواستگاری باید میفهمیدم چه کلاهبرداریه. چقدر من آدم ساده‌ایم، چقدر سادگی کردم. عوض جون، بله آقا درست میگید شما. آقا اولش میاد میگه من منتقد فیلمم، بعد فرداش با حفظ سمت میگه من رفتم تو شرکت پشم پتو. آقا ما خودمون تو کار فیلمی منتقد فیلم چیه؟ اسپیلبرگ، جیم جارموش، اینا همه رو میشناسیم آقا. اینکه چیزی نیست، ویزای شینگل میگه گرفتم رفتم خارجه. نگو سه سال تو زندان بوده آقا. گفتم رفته زندان، سرش به سنگ خورده، آدم شده. تمام دل دزدیاشو تو کارخونه ندیده گرفتم. اون وقت میره پیش سروش، زیر پاش میشینه، زیر گوشش وسوسه میکنه که اونو از زنگ گرفتن منصرف کنه. اینو دیگه نمیتونم بپذیرم. اینو دیگه نمیتونم بپذیرم. تو هم دیگه اونو نمیبینیش. فهمیدی؟ تا طلاقتو ازش بگیرم. Ladies and gentlemen. Attention please. Attention. این شما و این همسر آینده پسر تهرانی، لیدی لیلی بیده. برم عروس به این خوشگلی ما هیچ وقت تو فامیل نداشتی به جز مامانم. تو رو خدا قبل از اینکه شاینی من بیاد یه وقت عروسیتون رو نگیرینا. شاینی؟ با تو شاینی رو نمیشناسی؟ لیلی شاینی، شاینی لیلی. بذار بغلت برم قربونت برم. شکر کشم برم. اسم نام فگمه؟ یادتون شکره. صد دفعه بهت گفتم این قیفتی بازی مال تو خیابونه با این کفش نه یه رو فش. من همیشه هم نداشتم. مادر تماشات کنم. وای قربون برم چقدر نام. حاضرم 100 سالم پای شما بایستم. صد سال لازم نیست، فقط 70 سال. خیلی سفید بهت میاد. نه یا نمیخواد. میدونی که با هر دختری ازدواج کنی ظرف مدت 70 سال همه یه چک و زفتاد رو بهت برمیگردونم. یعنی میشه سالی 100 میلیون تومن. به خاطر حسن انتخابت هم سالی 20 میلیون تومن سفته جلو چشت پاره میکنم برای هر بچه‌ای که بیاری. کمون داد، مگه میخوای مهد کودک باز کنی؟ روشنه؟ اوکی، قبوله. خب، ایشالله مبارک. کنگراجولیشن. چی مبارکه؟ بی خودی برای خودتون داری میبرین و میدوزین. ما که قرارمون این نبود. پس چی بود؟ ببخشید تاج آقا، من میتونم چند لحظه با خود شما صحبت کنم؟ صحبت کن دخترم. با خود شما تنها صحبت کنم. ببینید حاج آقا، من میخوام یه مطلب مهم رو بهتون بگم. بفرمایید بشینید. بفرمایید. خب ببینید حاج آقا، من سر یه دعوای حقوقی با پسر شما قرار گذاشتم که اگه ایشون از شکایتش علیه من صرف نظر کنه منم یک جلسه بیام خدمت شما تا شما هم شکایتتون از پسرتون پس بگیرید. وگرنه دیگه قرار نبوده که 70 سال زندگی کنیم و سالی 100 میلیون سفته پاره کنیم و این حرفا. حالا من به عنوان پدر سروش اگه ازت بخوام چی؟ نه. موردی هست؟ در مورد شما حاج آقا موردی نیست، ولی در مورد من بله. حاج آقا من اصلا تصمیم به ازدواج ندارم. شما از ثروت سروش و موقعیت من بین مردم خبر داری؟ بله. با این حال بازم جوابت منفیه؟ متاسفم. خیلی خوب. باید. Hey. What's up, Dad? برو دنبالش. What? برو دنبالش. Hey, wait. What's the matter with you, honey? ببین آقای محترم، من اینجا نیومده بودم برای خواستگاری، اومده بودم رضایت بگیرم، میفهمی؟ Wait, please. Listen to me. ببین هانی، من برای اولین بار و آخرین بار میخوام جلوی یک دختر زانو بزنم و غرور خودم رو بشکنم. من از تو تقاضا میکنم که با من ازدواج کنی. از اینجا تا در حیات 15 تا پله است. از اینجا تا در خونه 7 تا. مسلما خب این ور نزدیکتره و به نفعتی که از این ور بیای. اگه این 7 تا پله رو با من بیای بالا، مطمئن باش که همسر آینده من توی و
ولی اگه از اون ور بخوای بری باشه برو، قول میدم پشت سرم هم نگاه نکنم. آسوه هی ویت، فکر کن، زود تصمیم نگیر، به نفعت که فکر کنی. ویت ویت، ببین این دفعه دیگه واقعا آخرین باریه که دارم جلوی یک دختر زانو میزنم. ببین هی وی، ببین من یه فرصت دیگه بهت میدم. Just think about it, okay؟ فقط بهش فکر کن. ببین این یه فرصته، من میتونم همه چی تو زندگی به تو بدم. Everything you think. پول، مانی، ماشین، ثروت، خونه، هر چی که بخوای. من چیزی کم ندارم. ببین من چقدر خوبم، خوشتیپ هستم، خوش اخلاق هستم، هر چی که تو بخوای. من چشمامو میبندم و منتظرت وای میسم. میدونم که تو با من این پله ها رو میای بالا، مطمئنم. خیلی نامردی. خدا من برای زندان رفتم مامادم دادی. پس عروس کو؟ It's over dad. It's over. ولی باور کنید هیچ چیش کلک نبود. بی وجود. میدونی دادی، شما هیچ وقت نخواستید بفهمید که من برای چی تن به ازدواج نمیدم. برای اینکه هیچ وقت خودتون رو جای من نذاشتید. هیچ وقت موقعیت منو حس نکردید. همیشه مجبور بودم تو چش دخترهایی نگاه کنم که با عشق و صداقت علکیشون فقط خواستن تیغم بزنن. از نظر اونا من فقط یه بچه پول داره بابو هم که فقط همه چیم خلاصه شده تو ثروت بابا. هیچکس منو به خاطر خودم دوست نداره. ولی یکی با بقیه فرق داره. تنها دختری بود که به من گفت نه. ولی اینا برای من نوه نمیشه. من نوه میخوام، میفهمی؟ من که بهتون گفتم حاضرم در کمال صداقت برم زندان. اگه یه کاری کنم تحویلت بگیره چی؟ نه شما، نه هیچ کس دیگه نمیتونه از اون جواب مثبت بگیره. ببین از مامان خدا بیامرزت که یه دنده تر و لجباستر نیست. من اونو به زانو در آوردم. دادی بگو. ما همه حرفامونو زدیم، حالا دیگه اگه اونم بخواد بیاد و با من ازدواج کنه من زیر بار نمیرم. گربه دستش به گوش نمیرسید، میگفت رژیمم. منتظر باش تا من خبرت کنم. بله بفرمایید. خانم سلام علیکم. ببخشید من میتونم با آقای بیدل صحبت بکنم؟ ایشون الان 20 ساله که فوت کردن. شما؟ خدا رحمتشون کنه. ببخشید من میتونم سوال بکنم که شما چه نسبتی با لیلی خانم دارین؟ من مامانش هستم. امرتونو بفرمایید. من منصور تهرانی هستم. واسه یه امر خیلی میخواستم مصدق اوقاتتون بشم. برای پسرم سروش. شما همون آقایی نیستین که گفتین اگه پسرتون زن نگیره میندازینش زندان؟ والله اجازه بفرمایید خدمت شما عرض میکنم. این مطالبی که شما میفرمایید ظاهر ماجراست، باطن قضیه کمی متفاوته. ما خدمت شما برسیم، یکمی با هم اختلاط بکنیم، همه یه قضایا برای شما روشن میشه. راضی میشدی ماما؟ من خودم همه حرفامو با سروش زده بودم. خیلی خوب، حالا که چیزی نشده یه دقیقه میاد حرفشو میزنه میره دیگه. بالاخره باید ازدواج کنی، من همسن تو بودم، تو هم داشتم. اصلا میدونی مگه ازدواج کنم چی به سر تو میاد؟ چی به سر من میاد؟ چیه؟ چی کار میکنی؟
یه نگاه تو آینه به خودت بنداز. الهی قربونت برم، تو تمام عمرت و جوانیت رو با پای من گذاشتی. با اینکه هم مامانای دنیا خیلی هم خوشگل تر بودی، ولی به خاطر من رو خواهش دلت پا گذاشتی، ازدواج نکردی. الان خیلی بیچشم رویه که من ازدواج کنم و تو رو تنها بذارم. خیلی خب بس حالا. دیگه جایی از این حرفا نزنی ها. ولی مامان، پسری زر خلوچله ها. ای. جون من راست میگی؟ آره. خیلی خوبه. عین خودته، به هم میای. من خلوچلم. من خلوچلم. نه بابا تو من خلوچلم. من خلوچلم. من خلوچلم. من خلوچلم. این خودشه. چقدر زود اومد. من میرم تو اتاق. نه اصلا میرم بیرون. نه. لیلی دشته. سلام علیکم. سلام علیکم. بنده منصور تهرانی هستم. خیلی خوش آمدید. راستش شما خواهرشون هستین؟ من مامان لیلی. به به چه مامان محترمی. گل زیبایی. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید بالا بشین. خیلی خوش اومده. بله. سلام. سلام علیکم. لیلی جان. لیلی جان. می‌بینین بعد منو؟ بهتون که گفته بودم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بفرمایید بنشینید. اشکال نداره. جوونن دیگه. جوونای امروزی یه خورده وضعیتشون فرق می‌کنه. دیگه گذشتون دوره‌ای که ما جلوی پدر مادرامون نمی‌تونستیم قد علم بکنیم. گذشت. ما حداقل حرف پدر مادرمون رو می‌فهمیدیم. دختر من حتی حرف ساده و معمولی من متوجه نمی‌شه. خانم هر دوره‌ای اقتضایی داره. الان نه فقط دختر شما، پسر منم دقیقاً همینطوره. تا میام دو کلمه باش مردونه حرف بزنم، میگه آقا جون شما از نسل گذشته ای، آمال و آرزوهای جوانای امروز رو درک نمی کن. من نمیفهمم این آمال و آرزوهای بچه های امروزی چیه که ما درک نمی کنیم. خودشون بهش میگن عشق، عشق و تفاهم. منتها عشقای امروزی از حباب صابون بیارزش داره خانم. اینا عشق نیست، هوسه. من اصلا فکر نمی‌کردم شما اینجوری باشین. یعنی چجوری باشم؟ خب لیلی در مورد شما با من خیلی صحبت کرده بود. از تعریف‌های لیلی من شما رو یه آدم دیگه تصور کرده بودم. یعنی چی تعریف کرده بود؟ گفته بود یه آدم متعصب بد اخلاقی که دوتا شاخ داره و ای وای، نه خواهش می‌کنم، اختیار دارین. خب الان ما به نظرتون چجوری میایم؟ به نظر من شما یه آدم روشن فکر و با تجربه این. در ضمن داره کلام شیرینی هم هستین. اون که نظر لطف شماست. بندم فکر نمی‌کردم شما اینجوری باشین. یعنی چجوری؟ یه خانم خونگرم، خونه‌دار، مهربونه. بله. بفرمایید چایتون رو میل کنین، از دهن میفته. چشم. واه. چه عطری، چه طعمی. من مدت‌ها بود که یه همچین چایی نچشیده بودم. جدا شکست نفسی میفرمایید جناب آقای تهرانی ها. میدونی خانم به جنس چایی نیست، به پختش هم نیست، به کسی که این چایی رو عمل میاره. چایی که زن خونه درست میکنه یه چیز دیگه است. من 20 ساله که همسرم فوت کرده، خدا رفتگان شما رو بیامرزه. تو این 20 سال من برای تنها پسرم و تنها دخترم هم پدر بودم هم مادر. وای آقای تهرانی، دست به دلم نذارین که منم با شما همدردم. تو این 20 سالی که شوهرم فوت کرده، تمام فکر و ذکرم فقط متوجه بزرگ کردن یه دونه دختر بوده. شب و روزم رو براش گذاشتم که خوب تربیت بشه. در هر صورت من خدمت رسیدم که از شما خواستگاری کنم. دختر شما رو برای چیز، برای پسرم. والا جناب آقای تهرانی، من با اینکه پسر شما رو ندیدم ولی به خاطر شخصیت خودتون حرفی ندارم. اما خب لیلی باید خودش تصمیم بگیره. میدونین اصولاً سیستم من اینجوریه. چقدر این سیستم شما خوبه. خواهش میکنم. البته من با نظر شما موافقم، ولی انتخاب همسر آدم خبره میخواد. قبلا پدر مادر این کارو برای بچه‌هاشون میکردن. تو زندگی اون کسی که میخواستن انتخابش بکنن یه سرک میکشیدن ببینن اون طرف هم قدشون هست یا نه، قد فرهنگیش چقدر، قد اقتصادیش چقدر، قد اخلاقیش چقدر، این بچه سر سفره پدر مادرش بزرگ شده یا نه. ولی الان چه جوریه؟ پسره یه نگاه به دختره میکنه، بلوپ انتخابش میکنه، بلوپ عاشقش میشه، بلوپ باش قرار میذاره، بلوپ. اینا نیست، همون بحث عشق و هوس است که خدمتتون عرض کردم. ما باید الان به این بچه‌ها کمک میکنیم یه جوری زندگیشون راست ریز کنیم. آخه چه جوری؟ چه جوریشو خدمتتون عرض میکنم.
این کارت بنده است. شما این کارت بنده رو داشته باشید. ما با هم یه تماسی بگیریم. یه خورده پیرامون این بچه‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم. موافقین؟ والا چرس کنم. بالاخره شما با تجربه ترین. ما یه چای دیگه خدمت شما می‌خوریم و مرخص می‌شیم. خواهش می‌کنم، میارم خدمتتون. اینکه من شما رو به کارخونه دعوت کردم، می‌خواستم یه خورده با سیستم کار ما آشنا بشیم و در ضمن کمی هم به ما اعتماد کنید. می‌دونید ما تو کار صنایع غذایی هستیم. کار ما خیلی خوبه. ولی اگر آدم بتونه تو تربیت بچه‌هاش هم یه خورده به همین اندازه خیر بگی به خرج بده، اون موقع کارمون درسته. این بچه‌های ما مثل غذا میمونه. مواد اولیه‌اش درسته، ولی یه خورده روغن کم و زیاد می‌کنه، یا یه خورده پختش کم و زیاد می‌کنه، یا نمی‌دونم نمکش کم و زیاد می‌شه. ببینم این همون دختر خانومی نیست که تو باش تصادف کردی؟ اینا اینجا چی کار میکنن؟ بکنم خودشون ها؟ سلام علیکم خانوم. سلام آقای تهرانی، نمیدونستم شما هم اینجا خرید میکنی. حالا دیگه با جوونایی که قدم میزنی بعد از اینجا سر در بیاری. معرفی میکنم، بندزاده آقا سروش تهرانی. خوشبختم. خوبی سروش جان؟ های ها ها، یعنی میخوای بگیم ما تو این پاساژ با والدینمون خیلی اتفاقی یهو به هم دیگه برخورد کردیم؟ آه یه یو رای، من افتادم به دست پای دادیم که منو بیار اینجا قیافه نصر تو رو تماشا کنم. ببین واقعا که خیلی کنه است. کنه منم یا تو که با دست پس میزنی با پا پیش میکشی؟ توی خودتی. توی نیستم. خیلی خوب خیلی. من بهت میگم هستی. نیستم. ساکت باشین، من الان بابا جون ایتس ا بولشیت دادی. آ من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. چرا میتونم نگیرم؟ اوکی؟ ام ساری ده. لیلی لیلی میگم این جوونا به هیچ صراطی مستقیم نمیشن خانم. من که بهتون گفته بودم بنده یه نقشه داشتم که در خدمت شما و دختر خانمتون بریم یک نهاری با هم بخوریم، بعضی از مسائل اونجا حل بشه. نش کاسه کوزمون رو ریختن به هم. پس شما تشریف بیارین بالا، یه کافه گلاسه میل کنین مهمون من. وقتی با یه مرد قدم میزنید دست تو کیف و جیبتون نباید بکنید. برای مردا اوف داره، ما جوون قدیمیم. معروفه که میگن آقایون با چشاشون عاشق میشن، خانوما گوشاشون. اینجور که پیداست جمال و زیبایی این دختر شما چش سروش خانوما رو پر کرده. حالا شما باید نوعی هم فکری بکنید که بلکه گوشای دختر شما عاشق سرزدای سروش خانوما بشه. چطوره؟ عاشق شدن خانوما اصول خاص خودشو داره، یه معقوله مقدس، این زیارت میمونه، باید طلبیده بشه. ولی از نظر بنده عشق مثل پیتزا میمونه، وقتی که خوبه خیلی خوبه، وقتی هم که بده تا حدودی خوبه. بله من دارم تعجب میکنم که شما ماشاءالله با اون دوتا کافه گلاسه ای که نوشی جان کردین چجوری این پیتزا رو اینقدر با اشتها میخوردین. معده انسان طبقه بندی داره که بخشش مربوط به کافه گلاسه هست که خب پر شد، میمونه بخش پیتزاش که هنوز خالیه. شما بفرمایید دسر رو چی کار میکنیم؟ دسر رو ژله و بستنی حکم دو قاب داره، چون که میره پایین خودش خلل و فرج پر میکنه. شما نگران اوناش نباشید. به نظرت ددی من و مامی تو دارن در رابطه با زندگی آینده من و تو حرف میزنن؟ نه خیر، فعلا که ددی شما داره با چشاش مامان منو میخوره. من رفتم تو. Really? Holy shit. چه برگشتین؟ حواس پیتزا کردین ها؟ تو نوشابه میخوری برات باز کنم ها؟ اگه خودت میخوری منم میخورم. مامان! مامان، نمیشه صرفا بر اساس احساساتت عمل کنی که. کالیا
آخ چقدر روز خوبی بود مامان. خیلی خوش گذشت. اصلا شما فهمیدی من چی گفتم؟ آره. خب نظر چیه؟ نظر من اینه که اگه آقای تهرانی از من خواستگاری کنه قبول میکنه. مشمود اینو سگل از کجا این؟ سگل مشمود اینو ددی ددی چیه آقا جون هم چیزی شده؟ نصف شب ایوان مری ها؟ مری چیه؟ بابا میخواد ازدواج کنه. نه نه. الو الو سلام علیکم. سلام. بازی رو حال کردی؟ آره واقعا خیلی خوب بود. فعلا یک هیچ به نفع والدین عزیز. خب حالا من باید چیکار کنم؟ شما هیچی. یه سری کارا هست که واسه من انجام بدم. منتها شما گوش بزنین باش که اگه اتفاقی افتاد حواست جمع باشه آمادگی داشته باشی. در ضمن یه خودم به ما حساب کن. به ما اعتماد کن. سایه شما کم نشه. شب بخیر. خداحافظ شما. بالاخره تنها شدیم. تک و تنها. میشینیم حسابی با هم درد دل کنیم. چطوره ها؟ جیرون؟ جیرونی؟ باز که قهر کردی که آخه بابا طوری نشده که ما رفتیم سراغ کار پسره مجبور شدیم یه نهارکی با مادرش بخوریم. تو که میدونی من تو رو با دنیا عوض نمی کنم. تو رو دوست دارم. اگه دوستم داری چرا یه دونه از اون حرفایی که به اون مادر امروز زدی به من نزدی؟ من همه این حرفایی رو که به مادر زدم قبلا مو به مو برای تو گفتم. تازه یه خودم بیشتر. تو فقط به من همون یه جمله رو گفته بودی که عشق مثل پیتزاست. تازه به من گفتی عشق مثل چلو کبابه. اون موقع عشق واقعا مثل چلو کباب. ولی خب زمان تغییر کرده. عشق من شبیه پیتزا شده. بعدش گفتی جای پیتزا این وره، جای کافه گلاسه اون وره. دسر و ژله هم حکم دوغا بود. بابا اینا رو گفتم که مادر نرم بشه، دخترش بده به سروش. من که همش دارم به وضعیت تو عمل میکنم. من گفتم شما با یه خانم ژیکسان فیله بری پیتزا و کافه گلاسه بخوری. خیلی خوب. شوخی کردم. هرچی نباشه شما یه مردی دیگه. حالا بیا نقشه رو از اول با هم مرور کنیم. چش. بند سراپا گوشم. گوشت بی بلا. آخه من فردا جواب شاینیمو چی بدم؟ بگه بابا بزرگ رفته زن گرفته. کسی چه مربوطه که من میخوام زن بگیرم؟ آقا تو در همسایه چی میگن؟ یعنی من برای زن گرفتن باید از بک و فامیل و در همسایه و عرب و اوره و شام چیکار باید مجوز بگیرم؟ Yeah dad, you're right man. خب راه بیافتیم بریم تو کارخونه از همه کارگرا فرم نظرسنجی پر کنیم. آقای تهرانی میخواد زن بگیره. آقایون آقای تهرانی میخواد زن بگیره. اینجوری حداقل پروگرام ازدواج منم کنسله. I love you there. هر کاری بخوای برات انجام میدم. Everything you want. You name it. ایول به مرامت. ای زن به شرافتت. حالا شدی پسر گل گلاب بابا. به قول شاعر که میگه شب زفاف کم از صبح پادشاهی نیست به شرط اون که پدر را پسر کند داماد. اوکی یعنی چی؟ یعنی اینکه مثل یه خواهر برادر گل برای باباتون میرین خواستگاری. خواستگاری؟ بابا کفت که نگفتیم که. میرین خواستگاری. Never, never forever, dad. Shut up, shut up, shut up. سفته ها رو فراموش نکنم. بیا اینو بهش بده صحبت کنه ببینم. من یادم خانم جان خدا بیامرز قبل از فوتش اجازه ازدواج رو به آقا داده بود. راست میگی؟ راستش دروغ گفتم آقا. اما این یکی رو راست میگم. من اگر جای آقا بودم با این امکانات و این بنیه حتما دو سه تا زن میگرفتم. زنگ بزن ببینم اونجا. نه میگم زنگ بزن. صحبت کن دیگه. به زور میگی. بله. هلو. منزل بیدل؟ بله بفرمایی. های دارلینگ. سروش هستم تهرانی. ببینم آقا من اگه 30 تا شتر بفرستم دم خونه شما بابت دیه اون تصادف دست سر ما برمیداری یا نه؟ نه خیر. بهتر اون شترها رو نگه دارید ممکنه برای آوردن جهیزیه عروس خانم به دردتون بخوره. منظورتون چیه؟ Nothing. برای تعیین تایم خواستگاری تماس گرفتم. آخه میدونین من ببینم آقای فیلسوف
اصلا من نمیخوام ازدواج کنم، مثل اینکه حرف تو گوشت تو فرو نمیره ها. اصلا میدونی چیه، من از ازدواج کردن متنفرم. اصلا کی خواست با تو ازدواج کنه؟ بله اولا ما میخواستیم برای خواستگاری مامیت به اتفاق ددی بیایم خدمتتون. خجالت بکش آقا. هی اولا خیلی خب، تشریف بیارین. فقط آقا جونتون مطمئنن که میتونن از عهده شرایط ازدواج مامانم بر بیان؟ ددی من از عهده هر کاری که بگی بر میاد. تو میتونی یه پارتی 4-5 نفره رو هندل کنی؟ ببین آقای فیلسوف، به من میگن لیلی بیدل، به منم میگن پسر تهرانی. پس بچرخ تا بچرخی. میچرخیم. Let's turn around, honey. خیلی خوب. آره راست میگه آقا جون، پس فهمیدی شما هیچی نمیگی. یه جوری رفتار نکنی که فکر کنن دلتو برای عروسیشو رفته ها. هیچ چیزا رو باگاه کنی به ها بزرگ کنن. هیچی نمیگی. سلامت آقا. آقا بله، در یک فیلم شنیدم، نمیدونم اسمش میجو بلک بود یا بله برون، سبک معناگرا اینها. به هر حال میگه زندگی از دست ندادن لحظات است و عشق شیرین ترین لحظات ناب است. خیلی خوب. سلام آقا. لحظات ناب عشق قشنگ داشته باش. خیلی خوب. خب مثل اینکه شما برای خواستگاری هم مامان من تشریف آوردین. بله در واقع بله در واقع دفعه قبل که ددی تشریف آوردن اینجا گویا از مامی شما خوششون اومده، بنابراین ما هم برای خواستگاری تشریف آوردیم. تشریف آوردین؟ بله تشریف آوردیم. ببخشید شما دارین چی کار میکنی؟ هیچی آخه میدونی من که تو خواستگاری رسم زیر فرش نگاه میکنن از بابت تمیزی عروس و اینا. خب همون جوری که میبینین مامان من تو ناز و نعمت بزرگ شده، برابر این شرایط آقا داماد باید خیلی اوکازیون باشه تا من راضی بشم که مامانم شوهر کنه. پلیز استاپ، مگه ددی من آپارتمانه که اوکازیون باشه؟ سروش البته شرایط ازدواج مامان من خیلی ساده است، فقط نمیدونم آیا شما میتونین از عهده شرایط ازدواج مامانم بر بیاین یا نه. عزیزم میخوای شما شرایطتون رو بگین، ما اگه از پسش بر نیومدیم حتما رفع زحمت میکنیم. اول اینکه مامان من توی خونه دست به سیاه و سفید نمیزنه. قبوله. یه سند 6 تنگ خونه تو تهران و یک ویلای حداقل 2000 متری توی شمال کشور باید پشت قباله مامانم بندازه. اونم به چشم. What else؟ همینطور یه ماشین بنز برای مسافرت‌های درون شهری و یک هامر یا سورنتو برای مسافرت‌های خارج شهری باید برای مامانم بخرید. ببینم شما فکر کردید که مامانتون شارونستون هستن؟ همینا قبوله، اونم به چشم. اجازه بدید برای این که مجلس جنبه رسمی پیدا بکنه عروس خانم برن چای بیارن. بله الان براتون میارم. شما یه چند لحظه تعامل بفرمایین حاج آقا. اینایی که گفتم مال شرایط بعد از ازدواج و اینا بود، هنوز شرایط قبل از ازدواج و ماجرای عروسی اینا همه مونده. خیلی خب اونا رو هم زودتر بفرمایید. به چشم. مهریه 124,000 سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به علاوه 3 کیلو بال مگس. وات؟ بال چی؟ مگس. کمون دیر لیت گو. ای بابا مهریه رو کی داده کی گرفته؟ بله بفرم بشین عزیز من بشین. بفرمین. عروسی حتما باید در بهترین هتل شهر باشه. همینو که فرمودین قبول. حالا اجازه بدین ایشون برن دوباره چایی برمون. حتما الان میارم. مامان چند لحظه صبر کنین حاج آقا، یه چند تا چیز دیگه هم مونده. خب برای ماه عسل به مدت 6 ماه باید مامانمو ببرین سفر دور دنیا. پس نگین ماه عسل عزیزم، بفرمایین سال عسل. چی بکردین خانم؟ مامان من ارزشش خیلی بیشتر از این حرفاست. تا همینجاش هم خیلی بهتون تخفیف دادم. Thank you very much. ضمناً من از الان بگم ما رسممون نیست برای عروس جهیزیه بدیم. خدا رو شکر الحمدلله منزل ما پر خرت و پرت، احتیاج به جهیزیه نداریم. Holy shit. لگت زد. آخه. تموم شد. فقط یه چیز دیگه مونده. شیربها. چی؟ شما باید 100 میلیون نه ببخشید. 150 میلیون تومان نقدن به عنوان شیربها قبل از مراسم عقد پرداخت کنید. خب چیه؟ ما رسممونه. عزیزم تا
البته اونجایی که ما شنیده بودیم رسمه که شیربها رو به مادر عروس میدن نه به دختر عروس. کمان سوگل کمان، شما این شیر رو لیتر چند با ما حساب کردین شده انقدر؟ سروش ددی داره زور میگه. اگه 15 تا گاو هولشتاین 24 ساعته به مامی شیر میدادن ظرف دو سال 15 میلیون هم نمیشد. تورمه، میدونی قیمت هر پاکت شیر چقدر شده؟ اولا که شما میتونید شیر رو از بقالی سر کوچه ما بخرید که ارزون تر میده. ثانیا قیمت شیر الان چه ربطی داره به 60 70 سال پیش شیر خوردن مامی شما؟ آقا مؤدب باش. من مؤدب هستم خانم. میگم نیستی. هستم. نیستی. هستم. نیستی. اصلا میدونی چیه؟ تو زورت گرفته. چون من پای تلفن باهات صحبت می‌کردم فکر کردی میخوام از خودت خواستگاری کنم. هیچ هم چنین چیزی نیست. هست. نیست. هست. نیست. روش. هست. نیست. اصلا میدونی چیه؟ تو از همون اول عاشق من بودی ولی با من آنست نبودی. تو همه چی رو من بهت رو میدم. شما شاهده. من تو امریکا گرلفرندایی داشتم از تو خیلی بهتر سر کرد. بگو. 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 There's no way. Let's go, Dad. Hey! Mama! Aka Jun! Daddy! Mama! Aka Jun! Go, go! داشتم فکر میکردم که قدیما چقدر عاشق شدن و ازدواج کردن آسون بود. امشب وقتی که لیلی اون لیست بلند بالاشو در آورد و اون شرایطی که برای شما گذاشته بود و میخوند، من هم از شما خجالت کشیدم، هم یه لحظه احساس کردم که من وقتی همسن لیلی بودم به این چیزا فکر نمیکردم. چقدر واقعا ماها آدمای ساده تری بودیم. تو دلم به خودم گفتم که آفرین، مثل اینکه واقعا داری پیر میشی. چرا؟ اگه این شوخی امشب واقعی بود چه اتفاقی میافتاد؟ ریشه 70% شوخی ها جدیه. به قول شاعر که میگه عشق باید پادرمیونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه. پس به خاطر همینه که شما آدم شوخی هستین؟ باز ما یه حرف جدی زدیم، شما زدی به شوخی. میدونی دیروز که توی رستوران یهو برگشتین شما اون جمله رو گفتین، حالا به شوخی بود ولی گفتین که شما اگر نوشابه میخوری منم میخورم، که البته شما به من گفتی تو. راستش خیلی وقت بود که از این جمله کسی به ما نگفت. دلم گفتم که تا حالا هیچ فرشته رو ندیده بودم که تو ارتفاع اینقدر پایین پرواز بکنه. حالا بستنی میخوری آنو براتون بگیرم؟ بدم نمیاد. نشو. نه جواب ما این نیست. خب اگه شما میل دارین منم میخورم. باشه ما میریم بستنی رو میاریم، ولی شما یادت باشه که دیروز این جمله رو به ما اینجوری نگفت. منصور کجا میگم آبجی امشب هوا خوب گرم شده. نه هوا گرمه. ببین کجا ماشینه الان خونه چه میکنه. الو منزل تهرانی؟ یه وسا از کلانتری منطقه زنگ میزنم. سلام علیکم. شما چه نسبتی با حاج منصور تهرانی دارید؟ من پسرش هستم. شما لازمه که همین الان تشریف بیارید کلانتری. برای چه کاری؟ پدر شما همراه یه خانم غریبه به علت ایراد ضرب و جرح در بازداشت هستن. پدر من چیکار کرده؟ دعوا کرده. نه اگه میخواد شب تو کلانتری نخوابن یه سند معتبرم با خودتون بیارید. بله. سند خونه موقعش با کجا بیاره؟
ببین چه درد سری برای من درست کردی؟ همش تقصیر توه. تقصیر منه یا تقصیر تو که یه بله گفتن خوشگل خالی بلد نیستی؟ خیلی هم خوب بلدم بله گفتن و تو بلد نیستی چجوری باید خواستگاری کنی؟ پس یه کلاس خواستگاری رو من یاد بگیری. آقای فیلسوف، من و شما هیچ مرجع مشترک غیر فلسفه با هم دیگه نداریم. چرا داریم؟ فقط کافیه اون عینک فلسفی تا چشات برداری و زندگی رو از یه زاویه بهتری ببینی، از زاویه عشق. ما زندگی نمی‌کنیم که فلسفه بخونیم، ما فلسفه می‌خونیم که چجوری زندگی کنیم. یو اندرستند؟ ببین، من با خوندن همین کتابای فلسفی که عشق واقعی رو درکش کردم که تو هنوز نتونستی درکش کنی. پس چرا هنوز نفهمیدی که دادی من و مامی تو به خاطر ما دارن این بازی رو در میارن و الان تو زندان هستن؟ اون کتابای فلسفی هم که خوندی بخوره تو سرت. تو سر خودت. برای چی من اینجوری حرف می‌زنی؟ تو حق نداری با من اینجوری حرف بزنی. چرا دارم؟ نداری. دارم. نداری. دارم. نداری. Dora. Because I fall in love with you, honey. I fall in love with you. دیدیم با این قدبازیاتون چه بلایی سر ننه باباتون آوردیم؟ سلام علیکم. علیک السلام. آجی! آقا جون ببرش ببینم! بیا، بیا بابا تو ببر! ای دت کمان! کی پول مه؟ لیتس گو! ساروش یو وایسا. زمان ما علامت عشق دو چیز بود، یکی این که زن به خاطر مرد تلاشو بده، یکی هم این که مرد به خاطر زن دعوا کنه. سرجن کمالی، the world is ours, you know what I'm saying. ببین سروش، با من فارسی حرف بزن، اوکی؟ پاپا مامانا غلط میکنن بدون اجازه فرزنداشون بخوان عاشق هم دیگه بشن، اوکی؟ اوکی بای. بفرمایید. دادی، کاما. موبایلتون هم پیش من میمونه، از فردام خودم میرسونم بهتون سر کار، خودم هم براتون میگردونم. یک گره؟ شما هم بریم نخوابی! آفرین، آفرین. آفرین. جان در همه جا در زبان جاری، عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری، نور یادت همه شب در دل ما چو کهکشان جاری. چه دوزت کجاست؟ عشق تو در سرشت من با دل و جان آشناست، چگونه فریاد
بله. الو. بله. 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 الو. برای چی مزاحم میشین؟ الو سلام. آفرین خانم هستم. شما؟ من اشرف خانم هستم. قرار تشریف بیارم برای نظافت منزل. اگه مامانتون هستن گوشی رو بهش بدید. بله گوشی خدمتتون باشه. اشرف خانم. بله. الو سلام علیکم. ببین یه جوری صحبت بکن که این لیلی مشغول نشه. سلام اشرف خانم. حال شما چطوره؟ همینجوری ادامه بده. ببین. ببین من باز ببینم ادت من دارو. نمیشه. همینطوری مراقبمه. ببین یه جوری دو درش کن. چی کارش کنم؟ بابا بپیچونش. سلام علیکم. خوبی؟ دیر کردیم. گفتم نمیای. نمیدونی با چه شرایطی از خونه اومدم بیرون. یه لحظه یاد جوونیام افتادم. من امروز شما رو دعوت کردم اینجا که یه حرفای خیلی مهمی رو بخوام بهتون بزنم. چی؟ یادتونه یه روز بهتون گفتم که من هیچ فرشته‌ای رو ندیدم که تو ارتفاعی به این پایینی پرواز بکنه. بله. من اون فرشته رو دیدم. بدجوری به این فرشته گره خوردم. فکر میکنم گرمونم کوره. خب شما که از موقعیت اون فرشته خبر نداریم. برعکس ظاهر آرومی که داره اینقدر گرفتاریاش زیادن که اجازه عاشق شدن به اونو نمیده. سال هاست که احساس دوست داشتن رو فراموش کرده. من هم همه اون مشکلاتو دارم. مادر زن، پدر زن، فک و فامیل، بچه های کسب. اینا هیچ کدوم نمیفهمن دوست داشتن یعنی چی. فکر میکنم اگر اون فرشته الان اینجا جای من بود میدید که یه مرد واقعی روبروش نشسته و داره به اون میگه که میتونه تا آخر اون بهش تکیه کنه بعد من احساس غرور میکرد. نه نمیشه. به نظر من بهتره که شما هم دیگه اونو فراموشش کنید. اصلا فکر کنید که هنوز ندیده بودینش. چشه چشه چشم چشم چشه زیرشو میگم کبود شده اون یکی. تو عمرم فقط یه بار اینجوری دیده بودمت. اونم وقتی بود که به خاطر من دعوا کردی. خبریه؟ نه جون تو، خبر مهمی که نیست. تو هم میدونی من جون ندارم، هی جون منو قسم بخور. اینجا خبرها تاق و جفت به هم میرسه. کلانتری رفتی، دست و پاشی گوندی. ببینم از من خوشگلتره؟ تو یه دونه اون یه دونه دیگه هست. در زم تو بدون هیچکی واسه من تو نمیشه. نکنه تو دلت دارن قنداب میکنن. بابا خودت که میدونی که من 20 ساله که هیچکی به چشم نیمده. 20 ساله که سنگینی نگاه تو رو رو زندگیم حس میکنم. بابا جیرونی قبول کن که خیلی سخت. بابا سخته دیگه آخه. میدونم اون روزی هم که بچه صاف و سادم و فرستادی خارج نقشت همین بود. فقط بدشانسی آوردی سوگلم شوهر گیرش نیمد مون رو دست. در مورد من چی فکر میکنی جیرون؟ تو فکر میکنی من از اون دسته آدمایی هستم که به خاطر اشغالشون دو تا دسته گلشو آلاخون بلاخون میکنه؟ بابا من 20 سال آزگاری دو تا بچه رو دو تا چشام بزرگ کردم. اگه سروشو برستم خارج از کفر به خاطر خودش بود. اگه الان یه خورده شل کردم به خاطر اینکه فکر میکنم بعد رو پای خودشون بایستن من قبول اصلا نمیخوام. خب اگه تو بهم اجازه ندی من تو خاله عمرم صرف میکنم. خوبه. از کی تا حالا اجازه شما دست من افتاده؟ بابا اجازه ما که همیشه دست شما بوده جیرونی. تا
تو که خودت میدونی ما زنها همیشه یه رگه حسادت تو وجودمون هست. من تو همینجاشم خیلی ازت ممنونم. قضیه حسادت هم یه شوخی بود، ولی میخوام اینو بدونی که یه مادر همیشه مادره، حتی اگه مرده باشه. من مدیونتم منصور، بعد موقعی تنهات گذاشتم، رفیق نیمه را بودم، تو هم آقایی کردی و پای بچه ها سوختی. راستش الان خیلی خوشحالم که تو و سروش دارین سر و سامون میگیرین. یه هدیه هم براتون دارم. بچه سوگل که به دنیا آمد از طرف من ببوسش. راستش در مورد نوه‌مون خیلی بهت حسودیم میشه. خداحافظ. جیرون، جیرونی آقا، این دفعه دیگه واقعا بی‌صبر شدی بابا. من دیگه کارم تمومه پسر. اینجوری نگین دادی، من که میدونم داری بازی در میاری که من زن بگیرم، مگه نه؟ دادی، من و لیلی و مامای آفرین اومدیم که یه خبر خوش بهت بدیم. دادی نو دادی، پلیز دادی نمیر. بچه سوالو مگه نمیخوای ببینی؟ ازدواج منو بابا کن، هر کاری بگی میکنم، هر چی بگی امضا میکنم. دادی خودکارم بودم، خودکارم دارم. بگو دیگه، کار از خودکار این حرفا گذاشته. فقط یه چیزی هست که میخواستم همه تون ببینید. چی داری؟ زیر بالشت میبرد. زیر بالشت؟ چی؟ I love you dad. سالن زیبایی میکادل میدونید کجا هست؟ من قبلن شما رو جایی نایدن؟ من تا حالا هیچ وقت هیچ جا شباهه ندارم. های چه بلو بلو دوارو دلاله بگیر بلو. بالاخره کار درست هم باید که هم دیگر بنیم برای مورد شب عروسی شعری چیزی برای گفتن داری یا اینکه برات ریخت؟ شب زفاف کم از صبح پادشاهی نیست، به شرط آن که پسر با پدر شود داماد. آقایون داماد ها، میگم در این خانواده ای که وصلت کردی یک کارمندی، یک کلفت دونپایی، یه چیزی پیدا میشه ما هم دست بکارشیم. شالاب مشبله رو شالاب. بله شالاب شالاب. واقعا نفهمیدیم این شالاب چیست. فرمودن شالاب. بشین بابا ایستاده بهتر. ماشالله من یه دوماتو تا دومات چی داداشی آقا جونی بزنم به تقریم. های سروش آوریو. سلام علیکم سر گروهبان. خوب هستین ان شاء الله؟ خوش هستم. سلام. بفرمایید.
میدی بریم ما سوار شیم جا میمونیم. اون یکی با من تو کار ندارم. بریم. دادی ببخشید آقا جون، این جریان چی تو سخته های من بالاخره چی شد؟ به همین زودی قرارو یادت رفت؟ شوخی میکنی نه؟ من که شوخی ندارم. 70 سال هر سال 100 میلیون تو در سال بعد یه بچه‌م بود فهمیدی؟ زور میگی دوباره؟ من زور میگم؟ داری زور میگی دیگه؟ من زور میگم؟ بله داری زور میگی شما. شما آنش داری به من زور میگی؟ گفته بودی من قول داده بودی چه خواست افتاره همه رو پاره میکنی میدیدی تو. منم زنگ گرفتم به خاطر شما. به من میگن منصورخان تهرانی، میفهمی؟ اگه شما منصورخان تهرانی، به منم میگن پسر تهرانی، فهمیدی؟ میگنم من که تو میرم پایی، میگنم پسر که تو میرم پایی، آخ طرف پایی.